بچه باش دار دیشبان سرطه میشه. مطمئن باشی چیش نیست از من و تو سالم تری. زمینن به دکتر از قول من بگو تمام دار و ندارمون همین یه دونه دکتر آبلش هم بکو بار. خیلی خوب. زیادم در پنجره ماشین نگرش ندار، ممکنه داد بگیری تو گوش دماغش ناراحت. منو چشم انتظار نذار یا زود بیا. حتما تا پس فردا آقا جان. خدا قربونت بدم جان. خوب خدا حافظ. سلام سلام. من در مورد تو خیلی اشتباه کردم، نمیدونستم اصلاح شدنی نیستی. فرستادمت اینجا بلکه محدود باشی و خودتو عوض کنی، ولی تو زندگی دختران رو به هم ریختی. جیگره همشون از دست تو خونه. اونا رو باید تو سرش میزد و ازش. تو سر نامادری من هستی، ولی من با تو مثل یک برادر واقعی رفتار کردم. با خودم در همه چیز سهیمت کردم. حالا که میخوای نامینی که من و خانوادم رو لکه‌دار بکنی، دست تو از همه جا کوتاه میکنم. تو دیگه صلاح نیست اینجا بمونی. برای به نظر من آقای مسعود خان، صلاح شما در این اسراری که اومدی برگردی. وقتی رم که بیجرد برای هدایت من تلف میکنی، صرف تربیت شیرین دختر کوچولوت میکنی. اینه جدی میگم. خیلی آدم کثیف و نفهمی هستی. حالا با من میای شهر تا روش زندگی رو بهت یاد بدم. باشه یاد بده. نفهمیدم من این کارا چیه؟ حالا من میخوام روش زندگی رو به شما یاد بدم. تو دیوونه شدی دیوونه؟ بیان بگیردش. چطوری آقای ارباب؟ مثل اینکه ارباب رو گرفتن میزنم خود رو مرد کنید.
اینجا افتادی این بچه؟ چه پسر قشنگ و مامانیه، چرا پا داشت داری سره؟ ببینم والا، شاید که شاید گم شده باشه. آره گم شده. پسر جون، پسر مامانی، نترس مادر، نترس مادر. جمعونم میفهمه که ما چی میگی. آره میفهمه ما چی میگی، قریبی میکنی. این گردن بنده میدونی گردنش؟ آره یه چیزی هم روش نوشته شده. حیوانا که این برش در ببریم. کجا؟ ببریمش پیش خودمون نگرش داریم، ما که بچه نداریم، ما جای اولادی برداریم. راست کن ببینم پسر ما میشی؟ اسمش چی بذاریم ها؟ یه اسم خوب براش پیدا میکنیم. ما اینو اینجا تو کوه پیدا کردیم، اسمش هم میذاریم کوهزاد. کوهزاد؟ به به چه اسم قشنگی. کوهزاد مواظب باش. دره جو یا علی فکر را کلت بیرون کن ریحان. کوهزاد از بچگی به من گفته پدر، به تو هم گفته مادر. کوهزاد و نازی و مرجانه خواهر برادر هست، همیشه هم باید خواهر برادر باشی. بیا بریم باری کلت داشت شیرین داشت. دخترم چه دختری، اسمی بریم
همه چی آمده است. نه ترمز داره نه فرمون. خوبه، همین الان دیگه پیداشون میشه. شما همین که باشه. باشه. جون خودت عربم شیری هزار دفعه بهت گفتم به من نگو ارباب، اسمم رو صدا کن. اطاعت میشه هربابا، یعنی ببخشید شیرین خانم. من به دلم برات شده که یارو براتون نقشه کشیدم. عمو تیمون رو میگی؟ کدوم عمو شیرین خانم؟ یک موی شما به تن این بلا گرفته نیست. دیدی چی دم و دستگاهی برای خودش درست کرده؟ اینا رو از کجا بردن؟ همش مال شماست دیگه. بیچاره رعیت ها چی به روزگارشون آورده، دل مرغ براشون گرد میگه. بهش گفتم من دیگه احتیاج به قیم ندارم، لازم نیست سرپرست من و املاکم باشه. امروز میاد تهران، من یه چیزو ازش تحویل میگیرم. مگه اون زیر بار میره خان؟ چطور میتونه نره؟ اگه نرف چه کارش میکنی؟ چرا میخوام اومدم اینو هاشم؟ شیطونم درس میده. اوه اونه هشوش لعنتی، هر که اسمش بیاری مثل جن حاضر میشه. سلام. سلام، ماشین قشنگی داری شیرین خانم؟ پیشش؟ او بخشم بیگانه. بفرمی حالا باز کن پسر. بفرمی قربان، خواهش میکنم بفرمی قربان. شما بفرمی. خب بسلامت. مگه شما با من نمیای؟ نه من فردا خودم میام. خیلی خوب، فردا تهران منتظر شما هستم. فراموشتون نشه تمام اسناد و مدارک هم باتون بیاری. بسیار خوب، حتما میام با امید دیدن. خدا خانم برم برو کرد خدا را شما میبینه تو قربان تو. خانم برمان مولیده چقاش به سرم بریم جا بیداری بیدار برم حرف میشین. خانم جا برمستان ترمز یعنی ترمونم بریه خانم خود برگه دارید کجا باکه
خوبه که من ماشین رو سفتیم بشه. من میرم ببینم. همه به اون آرزویی که داشتیم میرسیم. چطور مگه؟ شیرین غیر از شما وارثی نداره. با این ثروت بادآورده ما تا آخر عمر میتونیم تو پول و خوشی غرق بشیم. بعد از اجرای مراسم قانونی ثروت شیرین به من میرسه. البته اون وقت شما از اون استفاده میکنی. من همه سهم رو میدم گاو و گوسفند میخرم. من یک کافه بون میخرم. من یه ماشین میخرم. منم با هات شریک میشم دو تا. من که هر چه زودتر میرم با مرجنه عروسی میکنم. اینا خدا بده. من اینا رو تو رودخونه نزدیک جاده پیدا کردم. اون با ماشین پرت شد. اینم پشت سرش افتاد تو آب. میگم که خیلی عجیبه. درست نزدیک همون جایی که ما کوهزاد رو پیدا کردیم اینا مفتن. چی؟ یکی نخه شما یه سیگه از من پهنون میکنی. من از اینجا میرم. نه نه کوهزاد، من نمیذارم تو بری. پس باید حقیقت رو واسه من بگی. کدوم حقیقت رو؟ از گوشه کنار شنفته بودم که من پسر شما نیستم. الانم با گوشه خودم شنفتم که منو از سر راه برداشتی. حرف بزن، من پسر شما هستم یا نه؟ نه. پسرم 25 سال پیش ما تو رو نزدیک همین جایی که این زن و مرد رو از رودخونه نجات دادی پیدا کردیم. اهالی ده هم نعش پدر مادر تو رو تو رودخونه پیدا کردن، مثل این که اونام از کوه پرت شده بودن. اما عده‌ای میگفتن که اونا رو کشتن. کی کشته؟ هیچکی نمیدونه. خودت چیزی یادت نمیاد؟ نه من هیچ یادم نمیاد. شما ها چی میدونید؟ اسم پدرت سیاسه. اینم که به گردنت آویزونه نشونی خونوادگیتونه.
ناراحت نباش که اینجا خونه خودت عزیزم. جایی درد میکنه؟ شما کی هستی؟ نه ترس عزیزم، ما دوستت هستی. دوست من؟ چه دوست؟ چطور شد که افتادی تو رودخونه؟ منو خیس کردی میگین افتادم تو رودخونه؟ تو که حتما دیوونه تری مگه نیست؟ مادر خوب میشه؟ نمیدونم با خدا اینجور که این میخنده خوب شدنی؟ اینم به هوش اومد. آره هوش اومد. پشت از ما نترس، حالت خوبه؟ ایبونه مثل که لاله. میفهمه ما چی میگیم؟ نه نمیتونی حرف بزنی؟ اینا ترس اینجور شده. چند روز اینجا هستی؟ پس هر روز میتونیم همدیگر رو ببینیم؟ هر روز که نه. چرا؟ تیمور خان چند روز کارش خیلی زیاده، گرفتارم کرده. خب من مدتیه که دستمون به مهمونداری بند شده. مهمونتون کیه؟ نمیدونم والدا. دو تا مریض هستن. یه زن دیوونه با یه مرد لال. سلام. ای شیطون، حالا فهمیدم هر وقت قیبت میزنه کجا میشه پیدا کرد. مرجانه که میگفتی دوستش داری همینه؟ بله همینه. دختر خوشگلیه. خب وقتی گرفتاری هم تموم شد، برای عروسیتون یه جشن حسابی میگیرم. متشکرم. بهش گفتم باید صبر کنه تا کارا رو به راه بشه. تا یه سال دیگه تموم میشه. بله بله، قول میدم به یه سالم نکشه. خوشگل. خب احمد بیا بریم. من میرم عزیزم، کاری نداری. برو، منم میرم به مهمونای ناخوندمون برسم. خدا کنه زودتر حالشون خوب بشه. بله همه چی درست میشه. فعلا خدا حافظ. خدا حافظ. بلایتش برو ایدو. خدا نگهدار. مرمزی خدا به شادی بکن، خیمه به صحرا بزن، به رقص من نگاه کن و دول با سرنا بزن، به رقص من نگاه کن و دول با سرنا بزن. ای به خدا رقص میشه، رقص یا تو چه رقص میشه، ای به خدا رقص یا تو چه رقص میشه.
من قلب دلت میبره، راستی که دنیا به خوشی میگذره. مثل دریا آسمون آبیه، مثل آتش روز آفتابیه، شبمون روشن و مهتابیه. آی به خدا راست میگه، راست کسی که راست میگه، آی به خدا راست میگه، راست کسی که راست میگه. خرامون خوشحالی داری، خنده دوای طرف میپیچه تو سهرام شب، حالا دیگه وقت کشتیه. وای به خدا رد میگه، وای چه حریف درشتیه. وای به خدا رد میگه، رد 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 میگه. تموم این شادی ها به خاطر شما دو نفره، اگه خودتونم کمک کنین ممکنه به نتیجه برسیم. مگه ما چه مونه ها؟ هیچی فایده نداره، هرچی بیشتر وقت بگذره معالجه اینا مشکل تر میشه. دختر باهوشیه، ده روزه تمام آداب و رسوم حتی رقصه اینا رو یاد گرفته. من فکر میکنم این پسره نوکر این خانومه باشه، خیلی بهش احترام میذاره. نگاه کن چجوری به نازی نگاه میکنه، مثل اینکه عاشقش شده. اگه لان نبود شوهر خوبی برای نازی میشه. حالا وقت این حرفا نیست، باید زودتر معالجه میکرد. ما پرت شدن اونو تو رودخونه دیدیم، گمونم از ترس اینجور شده. شاید با ترسم معالجه بشه. فکر خوبیه. بابا جون دوست کلمه هم
من نجات دارم. دارم میام تو. این خودش دارم. التماس کن تا نجاتت بده. Roshan et o pardon
فکر کردم یه روز تو از پیشم میری. اون وقت من چطوری میتونم زندگی کنم؟ من هیچ وقت پیشت نمیرم. من همینجا میمونم. تو نمیتونی پیش من بمونی. آخه چرا؟ تو یه دختر میلیونر شهری هستی. اما من یه چادر نشین بیابونگرم. کی این حرفا رو میزنه؟ من دختر شهرم. تو هم دوست دارم و میخوام زنت بشم. اگه خوب بشی و گذشتت یادت بیاد حتما منو فراموش میکنی از پیشم میری. حتما منو دوست نداری که این حرفا رو میزنی. همش میخوای من از خودت دور کنی. چطور ممکنه من جان شیرین خودم رو از خودم دور کنم؟ شیرین من تو رو خیلی دوست دارم. این مدتی که تو فعلی ما بودی از بهترین دوران زندگی من بوده. بچه ایلا زود باش بگو شوهر من میشیانه. تو قول میدی که بعدم پشیمون نشی؟ معلومه که قول میدم. تو چه تو؟ بچه بچه اونجا رو یکی شو بردوان تمام رفتارش مثل دخترهای ایل خودمون. هیچ کس نمیتونه بفهمه که اون شهری بوده. اما مالجش داره دیر میشه.
عجیبه، هیچ کدوم نمیخوام به گذشته خودشون برگردن و از پیش ما برن. مگه حالا چه عیبی داره که اون یه دختر چادر نشین باشه؟ جعفرم یه مرد چادر نشینه، اینجا آزاد راحت هر طور بخوای زندگی میکنم. نه آخه شیرین حتما باید معالجه بشه. خیلی خب مرد نشین، برو به بابات بگو ببین چی میگه. برم میرم. سلام. چیه مرجانه؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ ناراحت نیستم. چیزه؟ احمد اومده با شما کار داره. برو بگو بیاد دخترم. چل مادرم گفت بیا بیا بری. خیلی پسر خود. آره اینو خودم هم میدونم. سلام علیکم. سلام پسر. سلام به خدا. خب حالا احواله چه کنی؟ بله اگه اجازه بدین فرد شب جشن تولد ارباب هست، من مرجانه رو ببرم اونجا تا ارباب ترتیب عروسی منو بده. بفرماییم دوغش تازه هست. دوغش تازه هست. ممنون. ببینم مرجانه خودت چی؟ دلت میخواد داری؟ اگه شما صلاح بدونین بله. بالاخره چاره چی؟ خیلی خوب دخترم برو، اما اونو دست تو میسپرم و میفهمی؟ خیلی متشکرم، من چون کار دارم مرخص میشم. یا خدا حافظ. خدا به روون که مایه زندگی ما، این دل خوشی ما به خدا در همه دنیا، تا زندگیمون میریم پردم دلم تا تو با منی، آشنای من در شبای من نهروشنی، عشق تو دلم پردم دلم تا تو با منی، آشنای من در شبای من نهروشنی. Yeah, more. Yeah. 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 Yeah.
متوجهش و چیره بیان دیگه برو جلو چرا میشه تو رسایی مرغوهر میگنی تو بیشیم 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 چت شده آقا مو برداشت اینجا چی؟ آقا جم جگه شد کمره چی؟ افنده چه؟ آقا چرا سوار کور خر شدی؟ پس میخوادی سوار کور رو رو گوش کن جعفر، من میخوام شیرین رو بردارم ببرم خونه خودش، شاید با دیدن خونش یادش بیاد که چیه و چی کار است. نفهمیدم چیه ببری خونه خودش هم؟ شیرین خانوم مگه کلتون خراب شده؟ شما خیال کردین من میذارم این طبیل مزون بره پلویم پس بدرد ها؟ بره من اون دوغا چرا میخوری؟ بری شیگرش جداری شده میترکیم هم؟ بده من پسر ریافتن همان و پشت شدن همان منظورتون اینه؟ ای بی بفا اینا مهمون نوازا یک لدو بخورم بابا نمیخورم قرم بیا چیزی توش نمونده جعفر اون تنها نمیره من تو هم امراش هست من طلب کردم به قبط قبر بگرم خندیدم که همراهی برم مگه تو شیرین خانوم عربابی تو دوست نداری پس باید ببریمش اونجا تا حالش خوب بشه اگه خوب نشا میبریمش تهرون اگه بعدم خوب نشا میبریمش دکتر اگر تیمور معرودی چه چی میتونه شما رو تو این لباس بشنسه بابا جان آره باز درست به دریا دریا؟ هیه دفعه قرار شدیم؟ هکی دوباری شما سر میزنیم یواش بابا ترسیدم آخه من فکر خودم هم شنو بلد نیستم چطوری دلم بزنم به دریا بلند شد نادی جون ما رفتنی شدیم من حلال کنم اگه هر بدی هر غلطی از من دیدی دیگه نمی تا وقتی که برگردم اون وقت بازم دیگه نمیمینی اوکی دیگه من دیگه رو دیست بگیر نه پس منم با خودتون میبریم آره به شرطی که هرچی میگم گوش کنین و هر جا میرم دنبالم قبول دارم بریم دیگم برات شده که شیرین خانو کنم ایشا جعفر بریم برو بریم حالا من میرم لباس ها رو بکنم اگر بار گران بودی مرودم گرنا مهربان بودی مرودی خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا به افزادون گل اومد بحر اومد میرم به دهتا از وقت دیگم بیشت اومد گل می قد بیرم شکت بشن با خوش ادا بالا کنم خوش آب و رنگی با خوش ادا بالا کنم خوش آب و رنگی شده باشه بعد نه یک ساعت بیشتر راه نیست قشنگی خیلی عالی مرسیزم وقتی که به گردن مرچانه باشه بیا با هم بریم بیاریمش احمد باشه باشه بریم اونو کجا میبری خودت برو بذار اون اینجا باشه تفریح کنه خودت تنها برو خیلی
خوشت میام. میخوای این اون گردن بندی رو که برات خریدم ببینی؟ آره. پس با من بیا.
این کیه بچه ها؟ حاجی به سرم اونتا ببین چه مون چه شکلی داره بهش نگاه میکنه. آره اینه های زایل هم بله چیکار کنی؟ تو برو مواظبش باش. هم؟ کجا رو بزنی؟ تو هم ترفیده گذاشی برای هم کرده این؟ نگه خودم اینجا بود نه کنی الان حسار همش میری بدم یا جلو شافتم من آریدم. حالا
من میخوام آبت بدم تا سال دیگه یه درست ارکر پرشم اما این هرم نشون گفتم سال دیگه بردی دیگه تو آب تو آب سوش نکن سال دیگه خود میدم من میگم که بریم ژاندارمری شکایت کنیم. باید زودتر بریم پیش کولیاس. این حالش خوب نیست. چرا شناخته باید چند روز استراحت کنه حالش خوب بشه. اون وقت هر کاری خواستیم بکنیم. به حسابی الان دارن میان ما رو بکشن. اون وقت اون دنیا باید استراحت کنیم. ناراحت نباش جعفر. چه ناراحت نباش جعفر. جعفر به قربونت داره منو جدا کردی قربونت دارم الهی منو جدا کردی خدایا شکره آفرین کوزت جون خوب کلکی زدی حالش خوب شد منو میشناسی؟ چطور ممکنه شما رو نشناسم من زندگیمو مدیون شما هستم اختیار دارین چی این خانوم من که کاری نکردم خانوم جون حالا حتما خوب شدی ها همه چی یادت میاد بله جان همه چی خوب یادم میاد فکر میکنم اون از کلیه‌ای باشه که هر سال یعنی نطراف زادار میزنن آره اسمش کوهزاد پسر بهمن رئیس قبیله کلیه برادر مرجانه نامده بده آره مرجانه به تو من خیانت کرده با برادرش شیرین دست بیکی کردن که ما رو گیر بندازن اومده بود پیش ما که راوشا رو یاد بگیره اگه اونا را از بین نبریم هممون اعدام میکنن دارن میرن الان خودشونو به کلیا میرسونن باید هر طور شده نداریم از چنگمون فرار کنن اگه نتونیم مرگمون حتمی دارن میرسن تونتر برو زود باش غلط کردن به ما برسن الان دنده هوا رو چاق میکنن اونا از رو پل رد شدن اون بر پل جاده دور میزنه میره پایین با همینجا پیاده شیم بیراهه بریم جلوشونو بگیریم اگه ببینن ما دنبالشون نمیریم ممکنه نگردارن و پیاده میون بر بزنن چیه چرا بایستادی؟ همین الان من درست میکنم بیای پایین تو با ماشین ما رو دنبالشون ما از این بر میریم جلوشون نمیگیریم بیان بریم
میشه دیگر خرم در درد رو جدی نزد بری بری دیگرم خونک شد آدم های بد فلان فلانی شدن اونا به مخصص عمل و زشت خودشون رسید آره به درک واطر شدن حالا با خیال راحت میتونی چند روزی حسابی استراحت کنی اگه همینجا پیاده شیم و از وسط کومیون بر بزنیم خیلی زودتر میاد خیلی خوبه بارا دفینم تو بیراه میرید دفینم صبح چشم جانم جا یا جعفر بیا دارم میام جانم یه من کوله کنم جان یابا مثل اینکه فهمیدم و چلک زدیم اومدیم جلوشو بره نباید بزنیم فرار کنم کجا رفتن؟ اونا حتما از این طرف رفتن چادراشون پشت همین طرف هست زود بریم دنبالشون نه فایده ای نداره برگردیم بریم درشون کنیم بریم نه جانم فکرشو کردم یه برای به سرشون بیارم که تو خوابم ندیده باشن جانم جان دوخه جان میبرم برم خوش سنگری شاخهی دارم دیگه کسی من نمیشنه دلم میخواست حالا میتونستم اینجا لخت بشم و حسابی افتاری کنم من هم میخونی که لخت بشم اینجا چی کار کنی؟ من یه کار خصوصی با دارم خوشگل من با تو هیچ کاری ندارم زود بیره تو برکن از اینجا برو بیره نازی جون نازی ماما نازی یانم با من ازدواج نکنی خودمو میکشم خوب نگرم دوست کردی میخوام باز حرف بزنم گوش کن دیگه دیگه زود رد کن بیا از اون لبای مثل نبا چاکر ماچ میخواد ماچ میخوام از اون لبا دیگه زود رد کن بیا از اون لبای مثل نبا چاکر ماچ میخواد لبم شیرین مثل قلب حسن بلند چم چمم ببین کم دام من تو بابا دیفستم برم به قربون اون لب دنجگر جون جون زلف سیاتو برم هیکلتو قربون برم به قربون اون لب دنجگر جان جان زلف سیاتو برم هیکلتو قربان بان کنیم یالا من میخوام مردم من از بیزنی دیگه من دم میخوام بیا با هم ازدواج کنیم یالا من میخوام دیگه نداریم هم تین عالم تین زمانه دل
کسی مهربونه؟ راز مرا تنها تو این دنیا خدا می فداکاری های تو تشکر کنم. از این حرفا نزش. در کنار تو احساس میکنم هیچ غم و ناراحتی تو زندگی ندارم. دلم خواهد همیشه پیش تو باشم. سرش رو بذار رو زانو برم. آی بوزایده به سلامتی شما خیلی من داره کله میکنه.
اینجوری نمیشدیم اینجا هر بارم میخوردیم. من به سلامتی مردم. خب دیگه همه چی آماده است. چاشنی دینامیت را گذاشتن. فقط باید به موقعش این فیتیلر را آتش. بله. اون هاش. احمد اونجوری نگاه کن. مرجان هست. آره خودش. مرجان! اگه من از اول فهمیده بودم تو اینقدر پست و رذلی، میدونستم چی کار کنم. عزیز من اصلا نمیفهمم تو چی داری میگی. آخه مگه من چی کار کردم؟ یواش باشم، یواش یلا خود باشیم. بلندشو کنیم. بری طرف کلبه، بری. این سزای خوبی و زحمات من. میکشمش، میکشمش. هر طوری شده باید شیرین و کوهزاد از چنگ اون نجات بدیم. نه، نمیتونم این کارو بکنم. من شریف جرم تیمورم. نه، اگه تو اونا رو نجات بدی، خدا، قانون، مردم، همه، من، همه تو رو میبخشی. احمد، ازت خواهش میکنم، تو میتونی اونا رو نجات بدی. بودو بیا. این چند لحظه ای رو که از عمرت باقی مونده دلم میخواد خوب زجرت بدم که بمیری. قاتل پدرت من هستم. آفرین به شیری که داره خواهد آتشا ایران پلن شده. اگه راست میگی کوه زایده رو بدن، نه من و بیچاره یا اینه بدن. گفتم خفشا. من خیلی وقت فهمیدم که تو قاتلی پدرم. خوشا میاد که آدم چیز فهمی هستی. دیدی گفتم موضوع رو فهمیده. تو حیوان کثیفی هستی. تازه فهمیدی. خب احمق دیوونه، تو هم مفت و مسلم خودتو به کشتن دادی. هان همه تونو میکشم، تمام ایل و طایفتو نابود میکنم. چی؟ این از کجا آوردی؟ میخوای چی کار کنی؟ این علامت خونوادگی صیاد بوده. پیش تو چی کار میکنم؟ من پسرشم. تو؟ تو پسر صیادی؟ آره. چه تصادفی. بعد از سالها دوباره گیر تو بردم. خیال کردی از چنگ تیمور میتونی فرار کنی؟ من کی از چنگ تو فرار کردم؟ نکنه عقل تو از دست دادی؟ فکر کردی یادم رفته 20 سال پیش وقتی پدر و مادرت میخواستن از مسعود پدر شیرین دفاع کنن کشتمشون، تو فرار کردی و خودتو قایم کردی؟ تو؟ تو قاتل پدر مادر منی؟ آره من هستم. احمق. میخوشم. میخوشم. بگیرمش. شما همه این کمک کوهزاد دارم میرم جاندارمری.
کن. اگه تکون بخوری مغزش رو سراخ سراخ میکنم. همه تونه میکشم. صد رحمت به هبرام سلاخ. قیافش نگاه کن. این زعیم میمونه. خدایا خودت به داد ما برسان که آدم روباه مردنیه. من زیر اینجا دینامیت کار گذاشتم. هیچ کس نمیتونه بفهمه که من شما ها رو کشتم. همه فکر میکنن که مرحبتون اتفاقی بود. کوزا جون تو برای نزدیک درونم من بیا یه فکر تحقیق کنم. جابا جابا بگو من منم تو کلبه تو بیدی بابا اما اینجا بهتره. من هم در اوزی نجده که بیم پنیره دروغ نمیدم. دیمونه دیمونه حالا که شما اسرار تیمو رو فهمیدین باید با خودتون به گور ببرید. کوزا اینا خوش از دست داده در خوش خوش نده خودتو نجات بده بذار من خوشه. با شلیک اولین گلوله من دینامیت آتیش میگیره اینجا منفجر میشه و همه تون میبینی. تا تو زنده ای کوزا دنیم کف دستم نوشته که قاتل پدر مادرم به دست خودم کشته میشه. برمشون تا یک دقیقه دیگه با همه ی آرزوات به درک واصل میشی. ببریمش تو یلا زود بشین. نه نه Good luck. Hello, get to the...
بعدم شیری خانم اینا. آره آره خورش سلام نام در جمعه سلام سلام مادم کاری کرده سلام شیری سلام سلام من مجبورم برای بازجویی و تکمیل پرونده و تحویل گرفتنم به شهر برم. هر چه بشه برمیگردم. وقتی شما برگردیم ما دیگه اینجا نیستیم، کوچ کردیم و رفتیم. زندگی کنم؟ من قابل زندگی با شما نیستم. قبیلمو نمیتونم ترک کنم. ای داد بیداد، از فکیل من که میشه آقا نافی، نکنه تو هم نمیخوای بیای به شهر هم؟ نمیتونم بو، حالا بیاو درست داشتم. ما به این زندگی ساده و چادرنشینی خو گرفتیم و علاقه مند شدیم. زندگی با اون شلوغی و دروغی و دروغگویی ها و خیانتکاریاش از عهده من خارجه. شما بزرگزاده اینو از خانواده اشرافی و از با کسی زندگی کنین که لایق زندگی شما باشه، با رسم و رسوم شهر آشنا باشه. چی همون؟ چطوره من دل به در یه بزنیم و خسلا تحت کوهستان بشیم همینجا بمونیم؟ من آره 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 خانم خواهش میکنم تشریف بیارید بریم. خدا خدا دوست مادر، فکر نکنی دخترم، دعای خیر ما همیشه پشت سر کنیم. باید استقامت کنی دخترم، انسون مثل کشتی میمونه که تو دریا دائم در حال غرق شدنه. برای زندگی کردن باید مبارزه کرد. متشکرم. من هیچ وقت خوبی ها و صفا و صمیمیت شما رو فراموش نمی کنم. شهر اوضاع رو روبرا می کنم، هر کجا عجب عاشی میام عقبت میبرم پیش خودم با هم ازدواج می کنیم. باید دو تا عروسی بگیریم و یکی تو قبیله خودمون یکی هم تو شهر. نفهمیدم هنوز هیچی نشده میخوای منو خونه خرابم کنی؟ چرا اینقدر خش تراشه می کنی؟ چرا باب؟ چرا باب؟ جفا خان زود باش بیا کار داریم. خیلی خوب الان خدمت میرسم. خدا حافظ نازیتون، حتما منتظر باشم. یه وقت نکنه برگردم ببینم شوهر کرده باشم، اون وقت هم خودم میکشم هم بازم خودم میکشم. نه جعفر جون، اگه تا صد سال دیگه هم نیایی منتظرت میمونم. صد سال دیگه؟ تا اون وقت پیر میشه بیچاره. راستم میگه قربونت لحی ماره میگن لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، رومان جولیت. خدا حافظ دیگه، خدا حافظ شما. بلاشی هر بدی هر خوبی از ما دیدید ما را حلال کنید. قربان شما، هی زحمت دادم ها. قربان شما، خدا حافظ شما. خیلی ببستی شما مطل شما کردم ها. Oh!
من اومدم به سوی تو حالا دیگه یار کن به من منونم مهربون من که خریدار کن بمیرم از کنار تو همیشه تو شد میمونم با تو دیگه تو این جهان غمارو از دل میرونم اتنازه من گوه منو داری چی که هم داری میدونم که دوست هم داری میخونم از تو چشم الهی که بشم فدات فدای اون قد اون بالا دارم میرم برات منو داری چی که هم داری میدونم که دوست هم داری میخونم از تو چشم الهی که بشم فدات فدای اون قد اون بالا دارم میرم برات دنیای ما قشنگه تا که توی کنارم دنیای ما قشنگه بی کناره توی توی امید بیا بشین که میخوام سر سینت بذارم بیا بشین که میخوام سر سینت بذارم تو هم زبون من شدی تو مهربون من شدی ستاره امید دل در آسمون من شدی من اومدم به سوی تو حالا دیگه یار تو هم به من مگو نامهربون من که خریدار تو هم میمیرم از کنار تو همیشه پیشت میمونم با تو دیگه تو این جهان غمارو